تودای فیز بی روسیا شهروندانی تاجیکستان را به قتل میرساند. تاجیکستان آید کم بیزاعتی جایی 108 را اشغال نمود. در تاجیکستان جیانی سید مکرم عبدالقادرزاده دستگیر کرده شد. در روسیه کارمندان فیسبی را برای جنایت وزنین از جمله برای کشتار شهروندان تاجیکستان به دادگاه میکشند. در دادگاه حربی اورالسک نسبت سابق لیتنانت فیسبی کارمند شعبه آید به کمک کنی چارابینی های فوری ریاست فیسبی ولایت تومن الکسی کراتکوف جرایان سودی آغاز گردید. نام برده را در 7 کشتار، اینچنین در 13 حادثه حمله های راهزنی، افباشی و ربودن انسان ها عیبدار دانستند. طبق اطلاع تفتیشات، همه جنایت ها را او در صفی تویده فیس بی تومن اجرا نموده است. چطوری که نوای گزیت می نویسد، در طول 9 سال از سال 2008 تا 2017 جنایتکاران صاحبکاران تومن را مهاجران مهنتی و تاکسیستان را در حالت ترس قرار داده بودند. در این دوره از جانب تفتیشات معین کرده شد که قربانی های جنایتکاران فیسبی 6 نفر مهاجران مهنتی شدند که اکثریت آنها شهروندان تاجیکستان می باشند. جالب دقت در آن است که واقعی کشتارهای شهروندان تاجیکستان چطوری که هر دفعه چنین است از طرف رژیم رحمان یگان رغبت یا واکنش نشان داده نمی شود. تاجیکستان از بین 152 کشور در ایندکس بهبودی و پایداری رشد اقتصاد 2018 جای 108 را اشغال نموده است. ایندکس بهبودی و پایداری اقتصاد Sustainable Economic Development Assessment (SEDA) از طرف تشکیلات بین المللی The Boston Consulting Group تشکیل شده است. در آسیای مرکزی کشور قزاقستان در جای 57، قرغیزستان در جای 95، ازبکستان در جای 101 قرار دارند. تشکیلات مذکور با بهاگذاری چی قدر استوارانه رشد نمودن صاحبکاری و عملی شوی برنامه های گوناگون اجتماعی مشغول می باشد. در آخری ریتینگ مذکور کشور جمهوری آفریقای مرکزی، چاد و یمن جایگیر شدند. یادرس میکنیم که سیده این متدیکای تحلیل معلومات های دقیق می باشد که برای بهاگذاری بهبودی آید 10 مشخصات از جمله تندرستی، معارف و رشد انفراساختاری تعیین شده است. متدیکای سیده برای بهاگذاری نسبی 152 کشور بوده، از نقطه نظری سطح بهبودی حاضره و دیگرگونشوی آن با مرور زمان نگرانیده شده است. چطوری که سامانه اخبار می نویسد، در تاجیکستان جیانی مفتی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده مهتدی عبدالقادیروف بنابر باوری کردن به وعده عفو حکومت تاجیکستان پس از برگشتن از عربستان سعودی دستگیر کرده شد. مهتدی عبدالقادیروف طول 4 سال اخیر در دوبای زندگی بسر می برد، زیرا او در تاجیکستان برای اشتراک در جریان ممنوعی سلفیه که فعالیتش در تاجیکستان از سال 2010 ممنوع است عیبدار دانسته می شود. جالب دقت آن است که مفتی عبدالقادرزاده ممنوعیت مذکور را تا به امروز به پررگی عملی گردانیده با پیروان این جریان فعالانه مبارزه میبرد. باید قید نمود که عبدالقادیروف 3 نویبر با درخواست عفو به نام وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده بیانات نوشته، پس از گرفتن کفالت دقیق سنه 29 نویبر به تاجیکستان برگشت. تحصیل میکردم، برگردان آورده شد، اما بعضی آنها برگشته رفتند برای تحصیل. این دیگر این رقم صفر، این دیگر چی شد؟ در بیانات خود نام برده ذکر نموده است که طول 4 سال است او در مهاجرت مهنتی قرار دارد. این چنین قید نموده است که طول 36 سال عمرش یگان مراتبه جنایت صادر نکرده است، ولی برای صادر نموده خود که در قانون تاجیکستان همچون جنایت حسابیده می شود پشیمان شده است. و
یادرس میکنیم که امروز ها در تاجیکستان همه جرایان ها و مذهب ها بنابر اختلاف با مذهب حنفی و اسلامی معتدل منع کرده شده است. با چی سبب منع پوشیدن حجاب، منع گذاشتن ریش، منع رفتن حج، ویران کنی مساجد و منع رفتن نابالغان به مسجد با مذهب حنفی علاقه مند است، حکومت ایزاخ داده نمی تواند. این حرکت های رویه ها دستگیر کرده شده است.